نزدیک به دو سال از کودتای طالبان علیه دولت قانونی در افغانستان و دستیابی این گروه به قدرت می گذرد. طالبان در طول این مدت ثابت کرده که نه تنها با طالبان 20 سال پیش تفاوت ندارد بلکه در برخی مواقع حتی بدتر و افراتی از قدیم عمل کرده که برای نمونه می توان به رفتار و عملکرد آنها در برابر شیعیان هزاره اشاره کرد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان فشارهای سیاسی و نظامی علیه شیعیان هزاره را همواره افزایش داده است فشارهای طالبان علیه شیعیان هزاره در افغانستان از اخراج دست جمعی کارمندان هزاره از ادارات دولتی آغاز شد و با لشگر کشی به شهرستان بلخاب در استان سرپل و تیرباران اعضای دو خانواده از جمله کودکان در دایکندی ادامه یافت علاوه بر این ساکنان مناطق مرکزی افغانستان که عمدتا شیعیان هزاره هستند بارها از بی توجهی به مشکلاتشان و بی ادالتی در روند توضیح کمک های بشر دوستانه شکایت کردند. آنها مقام های طالبان را به تبعیض سیستماتیک و برخورد با تنفر نسبت به شیعیان هزاره متهم کرده و میگویند که آنها در تلاش هستند که هزاره ها را بیشتر سرکوب و آزار و اذیت کنند بر اساس گزارش منابع محلی به نظر می رسد که موج جدیدی از فشار سیاسی گروه طالبان علیه شیعیان هزاره در مناطق مختلف افغانستان آغاز شده است و مشخص نیست که تا چه مدتی ادامه خواهد یافت و چه مناطقی را در بر خواهد گرفت در همین حال منابع محلی در شهر کابل پایتخت افغانستان گزارش دادند که جنگجویان طالبان تصویر نقاشی شده عبدالعلی مزاری رهبر فقید شیعی هزاره را تخریب کردند آنها همچنین تصاویر شهدای حملات انتحاری بر مراکز آموزشی و مساجد شیعیان در غرب کابل را از جاده های این منطقه پایین کشیدند و به مردم اجازه نصب تصاویر را ندادند از سوی دیگر منابع محلی در استان دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که جنگجویان طالبان ده ها نوجوان را به بهانه نگذاشتن ریش بازداشت کردند. بر اساس گزارش منابع محلی معموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نظامیان این گروه بر چندین بازار در شهرستان کیتی استان دایکندی یورش بردن و دست کم از یک بازار 20 نوجوان و از یک بازار دیگر 18 نوجوان را بازداشت کردند. به گفته منابع محلی بسیاری از این نوجوانان هنوز به سن و سالی نرسیدن که ریشت بلند کنند و ماموران طالبان آنها را فقط برای آزار و اذیت و جریمه کردن بازداشت کردند. منابع گزارش دادن که شماری از این نوجوانان پس از گذراندن یک شب در بازداشتگاه طالبان با پرداخت 2000 افغانی جریمه نقدی و امضای تعهدنامه آزاد شدن و هر شمار دیگر هنوز در بازداشت به سر میبرند علی اکبری اخبار شیعه